بینندگان عزیز برنامه نگاه روز، من سودابه عباسی و دیگر همکارانم در این بخش از برنامه نگاه روز همراه شما خواهیم بود. موضوع امروز برنامه ما در مورد حمله به جعفر عظیم‌زاده در زندان هستش. بنا به اطلاعیه منتشر شده از طرف اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز یکشنبه 5 مرداد جعفر عظیم‌زاده در زندان اوین مورد حمله دو زندانی عادی قرار گرفته که در برنامه امروز ما با بهرام سروش هستیم که به سوالات ما در این رابطه پاسخ بدن. بهرام سروش درود و به برنامه ما خوش اومدید. منم سلام عرض میکنم به شما و بینندگان عزیز کانال جدید. ممنون. ابتدا لطفاً مختصری در مورد این خبر به بیننده های ما توضیح بدید که مسئله چیه؟ و اینی که به چه دلیل این اتفاق افتاده و این حملات چگونه شکل گرفته؟ بله، همونطور که شما اشاره کردید، اتحادیه آزاد کارگران ایران در اطلاعیه گزارش دادن که دو مورد حمله نسبت به جان آقای جعفر عظیم‌زاده اتفاق افتاده تو روز یکشنبه 5 مرداد. مورد اول این بود که ساعت 11 صبح در بند 8 یک فردی که آقای عظیم‌زاده قبلا هیچ مورد مشاجره یا برخوردی با ایشون نداشته میاد طرف جعفر عظیم‌زاده و به ایشون حمله بر میشه. مورد دوم هم عصر همون روز یک شنبه اتفاق میفته، ساعت حدود ساعت 6. این بار برای یک فرد دیگه که بعدن شواهد نشون میده که از جانب همون فرد اولی مأموریت یافته بود که بیاد به طرف جعفر عظیم‌زاده و بهشون حمله بکنه. قابل توجه اینه که در هیچ کدومی موارد مسئولین زندان از خودشون عکس العمل نشون نمیدن و هیچ اقدامی برای تامین ایمنی آقای عظیم‌زاده انجام نمیدن. و یه نکته دیگه هم که به شدت نگران کننده است اینه که بعد از حمله اولیه وقتی که تو سالن 8 آقای عظیم‌زاده با توی اتاقی با چند نفر از زندانیان سیاسی در حال اشاره به این حمله که اتفاق افتاده بودن و مسئولین زندان در اونجا حضور یافته بودن، این فرد ضارب اول دوباره میاد بیرون اون اتاق و فحاشی میکنه به آقای عظیم‌زاده و تهدید به قتل میکنه جعفر عظیم‌زاده رو. و این بار هم هیچ عکس العملی از طرف مسئولین زندان دیده نمیشه و این خب نگرانی زیادی رو برای اتحادیه آزاد کارگران، برای فعالین کارگری، برای همه که آقای این فعال سرشناس کارگری رو میشناسن و خانواده عزیز ایشون فراهم کرده و این واقعیه که اتفاق افتاده. بله، برای اخبار منتشر شده و همونجور که خودتون گفتید توی قبلا گفتید اینی که مسئولین زندان هیچ اقدامی برای حفظ امنیت جعفر عظیم‌زاده انجام ندادن، دلیل این کار چی میتونه باشه؟ ببینید، این همین نشون میده که در وقتی که عکس العمل دیده نمیشه از طرف مسئولین که اینا مسئول تامین جان و سلامتی زندانیان هستند، که نشون میده که این یک برنامه سازمان یافته است و اولین مورد هم نیست و بخشی از اون اقدامات مقامات جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی که زندانیان سیاسی رو نگه دارن نزدیک زندانیان با جرایم سنگین و خشن. و این علت این که من اینو اشاره میکنم اینه که ببینین اولین کاری که باید اینا میکردن در چنین شرایطی اینه که اون فرد خاطی رو ببرن از این محیط به مکان دیگه، این اتفاق نیفتاد. بعدش بررسی بکنن، پیگیری بکنن که این چه مورد بوده، مخصوصا وقتی که تهدید به قتل شده. همینا نشون میده که و با توجه به سابقه جمهوری اسلامی که برای خطراتی که متوجه زندانیان سیاسی شده
آخرین مورد هم اگه یادتون باشه سال گذشته بود، خرداد 98، برای علیرضا شیر علیپور اتفاق افتاد که یه جوان 21 ساله بود که در زندان در بندی نگه داشته می شد که مجرمین خطرناک در اونجا بود، مجرمین عادی با سابقه خشونت خیلی سنگین، و اونا به قتل رسوندن این جوان 21 ساله رو که زندانی سیاسی بود به خاطر اتهاماتی که جمهوری اسلامی زده بود به خاطر آتیست بودن و پرونده که برای ایشون درست کرده بودن. به هر حال میخوام بگم که با توجه به سابقه جمهوری اسلامی و اینکه در این مورد معین هم کاملا نشون داده که مقامات زندان و نهادهای امنیتی که اینا این برنامه سازمان یافته است برای ضربه زدن، آسیب رسوندن و حتی قتل زندانیان سیاسی، و در این مورد معین آقای جعفر عظیم‌زاده. حرف از این که زندانیان سیاسی و غیر سیاسی و بعضا خطرناک رو یک جا نگه می‌دارن چیه و در این رابطه باید چیکار کرد؟ ببینید، این ادامه همون سرکوبی که علیه فعالین سیاسی هست در بیرون زندان. خب اولا شما باید نباید پدیده به نام زندانی سیاسی داشته باشید. وقتی کسی در جمهوری اسلامی میاد اولین ابتدایی ترین حقوق خودشو بیان میکنه مثل فعالین کارگری، پرونده امنیتی درست میکنن واسهش، یا فعالین سیاسی، کسایی که میخوان مخالفین سیاسی حکومت هستن که باید حق ابراز عقیده و بیان و نظر خودشون داشته باشن، براشون پرونده درست میکنه، اینا رو جرم محسوب میشه تو جمهوری اسلامی. این سرکوب وقتی که اینا رو گرفتن تو زندانی سیاسی، به عنوان زندانی سیاسی براشون حکم دادن و حبس دادن، جمهوری اسلامی سعی میکنه در همونجا هم این سرکوب رو ادامه بده، حتی تا مرحله حذف فیزیکی فعالین سیاسی. و سیاست عدم تفکیک مجرمین مختلف و جرائم مختلف و نگه داشتن زندانیان سیاسی در کنار مجرمین که این قابلیت رو دارن که حمله بکنن، بخشی از این سیاست جمهوری اسلامیه که این سرکوب رو در زندان‌ها ادامه بده، شرایط رو سخت‌تر و سخت‌تر بکنه، ناامن‌تر و خطرناک‌تر بکنه برای زندانیان سیاسی، آمدانه از یه بندایی میبره بندایی که این اتفاق براشون بیفته، و در این مورد معین مواردی آگاهانه سازمان یافته عمل میکنه که ضربه بزنه. میخوام بگم که این تلاش جمهوری اسلامی اتفاقی نیست که این زندانیان سیاسی رو که مثل همه کشورهای دنیا، شما اگه جرم سیاسی عقیدتی جرم که اونم جرم نیست، یعنی به خاطر اون شما رو گرفتن انداختن زندان، شما حق دارید در بندهایی، در جاهایی، مکانهایی که سلامتی تو ایمنیت قابل تضمینه نگه داری بشید، و جمهوری اسلامی نه تنها اینها رو زیر پا میذاره به عنوان ادامه سرکوب زندانیان سیاسی. فراخوان شما برای مردم در این رابطه چیه و چه اقدامی میشه انجام داد؟ ببینید، اولین خب فراخوان خواست اینه که زندانی فعال سیاسی، فعال کارگری، همینه باید آزاد بشن. جمهوری اسلامی حق نداره کسی رو به خاطر مطالبات بر حق خودشون زندان بندازه. خودم شخص آقای عظیم‌زاده رو که الان 6 ماهه که خانواده ایشون نتونستن باش ملاقات بکنن، در دوره کرونا اجازه مرخصی بهشون ندادن، نه تنها این کارو کردن بلکه ایشون شامل آزادی زودرس بود، جلوی اونو گرفتن، یه پرونده جدیدی علیه ایشون ساختن، و در این مورد مشخص ما خواهان آزادی بی قید و شرط آقای عظیم‌زاده از زندان هستیم و همه فعالین کارگری، معلمین و فعالین اجتماعی و زندانیان سیاسی. در این حال مادامی که آقای عظیم‌زاده تو زندانه و در این مورد مشخص، جمهوری اسلامی و مقامات زندان قوه قضاییه مسئول مستقیم جان ایشون هستند.
و ما نه تنها با نگرانی و با جدیتی مسئله رو پیگیری میکنیم. خانواده ایشون و تمام فعالین در که در این مورد نگرانی دارن، ما خواهان این هستیم که جمهوری اسلامی اقدامات فوری بکنه، به خاطر اینکه آقای عظیم‌زاده در شرایط ایمنی باشه، و در این حال ما خواهان آزادی فوری آقای عظیم‌زاده هستیم از زندان، و پایان دادن به این سیاست سرکوب فعالین سیاسی و کارگری در زندان و پایان دادن به این برنامه ها. و این فراخوان من هست و این خواستیه که مردم میخوان از جمهوری اسلامی. خیلی ممنون از شما بهرام سروش که در این بخش برنامه همراه ما بودید، و همچنین خیلی تشکر میکنم از تمام بینندگانی که ما را همراهی کردن توی این بخش از برنامه. با آرزوی شادترین ها و بهترین ها بدرود.